سلام، خیلی خوش اومدیم به آن سایت، برنامه مشترک ورزش مدیا و اکو ایران. ممنونم که ما رو دنبال میکنین. امروز افتخار اینو دارم که در خدمت یکی از بهترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران، یکی از محبوب ترین چهره‌های ورزش ایران باشم، آقا مشتاق محرمی. خیلی خوش اومدید. قربون شما برم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز. پشت صحنه میگن کار میگید خیلی ممنونم، خدمت از واسه محبت کردین اومدیم. من یه چیزی رو قبل از اینکه گفتگومون رو شروع کنیم بگم، مثل همه آدم ها شما فراز و نشیب داشتین، اشتباهاتی داشتین، دوران اوج داشتین، مثل همه ما ها مثلا. ولی یه وجه تحسین برانگیز تو مشتاق محرمی هست، یه چیزی داره که خیلی آدم های کمی دارن، اونم وفاداری ثابت شده است. وفاداری مثل زینت آدم هاست و فکر میکنم همه امروز آقا مشتاق محرمی رو به خاطر وفاداریش و به خاطر اینکه پای چیزی که دوست داشت وایستاد میشناسن. من از این نظر خیلی کیف میکنم که امروز نشستم با شما. خیلی ممنون. ولی خب ما فقط انجام وظیفه میکردیم، اینه خدمت سربازی اجباری. ولی خب تو تیم محبوبم دوست داشتم، بازی کردم، از این بابت هم به خودم افتخار میکنم که این تعریف ها رو از ما میکنید. اگه مثلا سرباز خدمت سربازی باشه خیلی، ولی سرباز فراری هم با یه سری سرباز فراری هم خب ما هم میتونستیم فرار کنیم از پرسپولیس، ولی خب موندیم و با هوادار زندگی کردیم. نه فقط پرسپولیس، کلا پای هر چیزی وایستادن که آدم دوستش داره قشنگه و شما میگم به نحو احسن این کار انجام دادین. آقا شما از بحث که از کجا شروع کردین اینا میگذاریم، برای اینکه ماشاءالله خب همه میدونن سابقه شما رو نیروی زمینی اومدین پرسپولیس و این راهن و نیروی زمینی و پرسپولیس و این داستانا. چیزی که باعث شد کلید واژه مشتاق محرمی این چند وقت دوباره خیلی داغ بشه سر زبونا بیفته، ماجرای فسخ قرارداد علیرضا بیرانوند و نزدیک شدنش به استقلال بود. من یادم میاد وقتی که وکیل ایشون رو آنتن زنده تلویزیون گفت آقا تعصب و عشق و اینا مال دهه 60، یهو دوباره همه هشتگ مشتاق محرمی رو زدن، یاد شما افتادن. چیه نظرتون راجع به کاری که بیرانوند کرد و اینکه واقعا عشق و علاقه مال دهه 60؟ نظر خاصی والا نمیتونم داشته باشم. بالاخره من فکر میکنم این کار که ایشون انجام داد اولا اشتباه بود. بخوام بگیم تا بالاخره ایشون خودش تو اروپا بازی کرده، بخواد بره خودش یه طرف فسخ قرارداد کنه و 24 ساعت نشده بیاد دوباره تو تیم. اینا من فکر میکنم از فوتبال حرفه‌ای، اگه میخوایم به جایی که برسیم حرفه‌ای بشیم، فقط صحبت کردن که کافی نیست. خود آقای بیرانوند تو تیم لیگ بلژیک بازی کرده، حرفه‌ایه، بهترین بازیکن‌ها رو دارن، بهترین تیم‌ها رو دارن در سطح اروپا درجه 2. ولی خب من فکر میکنم رفتارش اشتباه، رفتارش یه خورده الان ما نمیدونیم تو فکر ایشون چی بوده. خیلی هم میگن رفت و نزدیک شد به استقلال که قیمت شده بره بالاتر. خب میتونست همین صحبت ها رو با باشگاه پرسپولیس هم انجام بده، یا میگفتن آره یا میگفتن نه. وکیلش راست میگه، عشق و علاقه مال دهه 60 یا نه زمان نداره، تاریخ انقضا نداره. نه تاریخ انقضا نداره، همه بچه هم الان زحمت میکشن. دهه 40 هم بوده پرسپولیس، 50 هم بوده، 60 که 45، 60 مال ماست، 70 یا مقداریش مال ماست، 80، 90. ما نمیگیم بازیکن پول نگیره، زحمت میکشه، تلاش میکنه، ولی خب نوع حرفه ای شد دیگه. اگه قرار آپشن میذارید شما همون دقیقه پولتو میگیری، نمیدونم حالا از اون لحاظا خیلی هم پولای گنده ای میگیرن، نوشه جونشون بگیرن، کسی اصلا مشکل نداره پول گرفته. پولایی که دوره شما نبود، دوره ما نبوده، دوره ما جنگ بوده، ما خودم کفش فوتبالمون میخریدیم یا پیرن بهمون میدادن، از آخر فصل هم میگرفتن میگفتن سال دیگه پیرن نداری. پیرنه رو آخر فصل میگرفتن؟ آره والا من به خود بازی اولم ملیم تو نپال با کفش مولر ایرانی بازی کردم، تازه کفش هم در اومد با من بستم وایستادم بازی کردم. یکی از بچه ها که الان دید شما تشریف آوردیم پرسید، گفتش که آقا من اسم میبرم شما که رضا اسدی اگه 50 میلیارد 60 میلیارد، رضا شکاری اگه 300 هزار دلار رضایتش بدن،
اگه مشتاق محرمی الان بازی میکرد چقدر برای بود؟ من چیز نیستم پست. چقدر اگه بازی میکرد؟ حالا هر پستی بالاخره هست. شما هست ناصر محمد خانی، فرشاد پیوس، علی دایی، علی کریمی، خیلی بازی کنه. اینا اگه تو این بازار اینا بودن؟ اینا باید ده برابر بگیرن. یعنی یکی میگیره 50 تا، اینا باید 500 تا هم بگیرن. اینا باید بگیرن 500 تا. اصلا غیر از این باشد که عیار آدم دیگه. شما طلا 24 داری، طلا 18 داری، شمش داری، خب عیار دیگه مشخصه تفاوتشون. ما نقره داریم. آقا مشتاق، چجوری مشتاق محرمی تبدیل شد به نماد تعصب تو پرسپولیس؟ من مال کاری نکردم. من نه ماجرای من فکر میکنم که ماجرای قرارداد دیگه هم میدونن دیگه، قرارداد پیشنهاد کشاورز و بانک تجارت به شما یه اتفاق آخه نمیشه بگی نماد بودی. خب من نقطه عطف تاریخی بود، یعنی چیزیه که هنوز داره بهش ارجاع میشه، میگن آقا مشتاق انقدر پیشنهاد داشت ولی مون تو پرسپولیس. میدونم گفتین ولی خوشحال میشم اگه یه بار ما اینا رو همیشه گفتیم و میگیم دیگه. همین طرف داره، شما الان برید تو خیابون با موتور داری میره، آقا کجا میری برسونمه؟ مشکل داری به هم دایرکت میدم، والا به خدا یارو میگه کلی همو میفروشم، موتور دارم، موتور پیکم ولی موتور همو میفروشم، خونه دارم میفروشم اگه احتیاج داری. خب اینا واسه آدم خودش یه دلگرمیه، یه چیزایی هستش که یعنی راضی هست اصلا یادم... توصیف نمیشه کرد. من راضی هم اصلا همه چی راضی. حالا جزئیات اون پیشنهاد رو میگین، خیلی اقوا کننده جزئیاتش که خب کشاورز پیشنهاد داده و زمین بود، اشتباه نکنم کاشونک بود، ایدی دادن اون سال یه 50,000 تومن یه موتور، یه فرش، یه یخچال. اینا فقط ایدی بود، هنوز به قرارداد نرسیده بود که شما برین اونجا. بله، بعد دیگه ما حالا یه سری بازیکن‌ها رو مثلا قایقران رو من خودم بردمش، نادر محمدخانی جا، یعنی من صحبت میکردم، آقای رضا رحیمی، آقای کلانتری میگفتن، گفتم برو با اینا صحبت کن، دمشی شاه محمدی. بعد دیگه آوردیم و دیگه بعدش هم که تجارت اون پیشنهاد خودتون ولی نرفتین کشاورزی، ولی دیگه روز آخر دیگه چی شد؟ روز آخر دیگه طرفدارا دیگه انقدر چیز کردن دیگه شرمنده شدم. کجا دیدینشون؟ می اومدن در خونمو، نمیدونم شماره، نمیدونم خونمو، اون موقع موبایل نبود، شماره خونمو نه کجا پیدا کرده بودن، میگفتن نه زنگ میزدن. آره می اومدن، ما هم بیشتر یه اردو بودیم و تمرین بودیم، می اومدن سراغ نن و بابامو. اظهار التماس کرد ولی خب پشیمون نیستم. تجارت چی؟ جزئیات تجارت هم بگین. تا تجارت هم خب 12 میلیون پیشنهاد شد. چه سالی؟ 71. خیلی پول بوده اون موقع دیگه، خیلی پول بود. یعنی آقای طباطبایی، آقای کریمی بود بانک تجارت فکر میکنم، که علی دایی و افشین پیروانی و اینا رفتن، مهدی ابتهایی و مهدی فنونی زاده و 12 میلیون و من میدونم 6 میلیون پول نقد، 6 میلیون هم وام. وام هم که میشد قرضدار پس نده دیگه. ولی خب یه قسمتی موده دیگه. و پشیمون نیسته؟ نه پشیمون نیستم. با اینکه زندگی شاید خیلی آسون نمیده. زندگی چیزی نیستش که. من روی مبل میخوابم الان، 200 متر خونم باشه روی مبلم میخوابم، 40 مترم باشه رو الان خونه مادرم میخوابم روی مبل، کاری نداره. من این عزت احترامه رو با چیزی عوض نمیم. این عزت احترام است. خیلی ها ندارن دیگه، مثلا نمیدونم، باز من اسم میبرم شما شما دوستش. من میرم مثلا یه سری حالا همین اطراف خودمون، کشور مثل امارات و بیشتر حالا ترکیه میری، مثلا حالا داری غذا میخوری بعد میخوای بری حساب کنی، میگه آقا اون حساب کرده. باز با یارو دعوا میکنیم گارسونه رو، یا آقا حساب شده دیگه، ما مجبوریم به تشکر کنیم. خب اینا خیلی واسه آدم خوبه، یعنی اون عزت و احترامه با هیچی عوض نمیشه، با هیچی نمیشه عوض کرد. خدا رو شکر. میگم حالا مثلا مهدی هاشمی نسب از پرسپولیس رفت استقلال، بالاخره توی موقعیت مشابه، نسبتا مشابه، یه تصمیم دیگه گرفت.
من برداشت من خودم پیشنهاد دادم بهش. من میرسیم بهش. من برداشت خودم میگم، شاید درست نباشه. احساس میکنم هنوز شاید اون چیزه رو نداره، هنوز تو برزخ یه جوری، هنوز مثلا بهش تو برزخیش که بالاخره اون صحبتایی که میشه، اون بی‌احترامیه که میشه. شما به نکشن نسبت پیشنهاد دادیم؟ من پیشنهادی که به من گفتش اینجوریه، گفتم بگیر برو. چرا؟ چون دیگه اصلا موقع من نبازی میکردم، گفتم فردا این من نشی، پشیمون بشی. الان هم خدا رو شکر زندگیش داره میچرخه، زندگیش پدر مادرش زیر سرشه، نمیدونم از این خونه با اون خونه نمیشه. این یعنی اگه برمیگشتیم به اون نقطه قبل، شما پیشنهاد بانک تجارت یک کشور رو بازم من رد میکردم. یعنی یه پشیمونی داری که این پشیمونی رو دوست داری؟ آخه واسه چی؟ شما وقتی یه کاری رو انجام دادی واسه چی پشیمون دیگه بشی؟ دیگه میگه برمیگرده. احساس میکنم انقدر به مردم محبت دارن، یعنی مثلا این نیم ساعتی که الان تشریف آوردین اینجا در خدمتتون هستم، واکنش رو میبینم که نمیشه واقعا. آدم هی هرچی فکر میکنه میبینه نه واقعا. چرا میشدنش که میشه، منتها باید تعاملت هم زیاد بشه. اذیت نمیشه انقدر مردم دوست دارن؟ من یه بار با دخترم رفتم بیرون، دخترم اذیت شد. یعنی اومده بود میخواستم ببرمش دکتر، هی این رسگاه یه عکس بندازیم آقا محرمی، حالا آقاشو بنداز. ولی زمان آمشته و فلان بعد برگشت که تو خسته نمیشی؟ بودم بابا جمعه من تو که جب یا شهرت ایران رو نمیدونی، من میدونم اینا چی هم. بعدم بعد با مردم زندگی دارم میکنم من دیگه، حالا تو بگو خسته میشی خسته نمیشی، حالا دوتا عکس دوتا امضاست. خیلی ها، شما خیلی سال فوتبالتون تمام شده، حتی خوب فوتبالیست فوق العاده ممتازی بودین، ولی خب خیلی هم فراموش شدم. من فکر میکنم اون مسئله ای که کمک کرد بیشتر به اینکه اون شما رو این فراموش نشه همین نرفتنم بود. همون نرفتنه. قبول دارین اینو؟ 100%. اصلا خیلی جالبه بیرانوند که یه دفعه شما گیز... من یه چیزی بهتون بگم، مراسم مثلا پدرم یا مادرم فوت کردن، اون جمعیتی که اومده بود، من خودم دیگه انقدر نمیتونستم نفس بکشم، کارم کشید به بیمارستان. یعنی انقدر فشارم چیز شد دیگه، رفتم زیر سرم وسط مراسم. خب این جمعیت مردم چی؟ دوستانم که میان دیگه. حتما همینطوره. بله، وگرنه خیلی فراموش شدن. ممکنه بعد اومدیشون هم خیلی خوب بوده باشه، ولی خب این طعم اینو هیچ وقت نمیچشن که اونا پوله رو دوست دارم، با پول دوست نداریم. بیرانوند اینو داشتم میگفتم، یه بار هیس نشون داد به هواداره پرسپولیس سر یه ماجرایی، گفته بود میرم تراکتور و مردم اعتراض کرده بودن اینا. همین اول بازی هیس نشون داد، بعد تو طول همون مسابقه یهو دیدم که همه مردم دارن مشتاق محرمی احمد آزاده رو تشویق میکنن. یعنی یه واکنش عصبی این درست. شکلی بود که خب مردم هم حق دارن دیگه، تماشاچیه دیگه. شما گلای بعدم خوردی، خیلی توپا رو هم گرفتی، شاید نصف قهرمان یا پرسپولیس هم سال مدیون بیرام هم باشیم، ولی خب در کل جایی هم باید سکوت کرد دیگه. حواست به این مردمه باشه. بله 100%. اینا هم که ما الان اینجا هم. اینا نبودن که اصلا هیچی. شما بازی های ما وسط هفته دیگه 87,000 نفر تماشاگر می آمد دیگه. پرسپولیس استقلال هم که شما دیدید دیگه. چه خبرش. یه نکته ای رو من خیلی قشنگه که شما تعصب داشتین، ولی من متوجه نمیشم که ما این دوگانه تعصب یا ثروت اصلا برای چی باید تو کشورمون داشته باشیم. چرا باید اینجوری باشه که یه نفر یا پول رو انتخاب کنه یا وفاداری رو؟ چرا نمیشه هم وفادار بودن؟ زمان ما چی میگفتن؟ انشا بنویسید علم بهتر از ثروت. پول بهتر است یا تندرستی؟ حالا ما سوال رو برعکس میکنیم. خب معلومه تندرستی. من حرفم اینه که شما میتونی تعصب هم داشته باشی، وفادار هم باشی، پول هم باشه، وظیفه شه به شما بده. اگه باشگاه پرسپولیس مشتاق محرمی رو حتی تو همین شرایطش پروموت نکنه، تایید نکنه، تامین نکنه، در واقع به اصلا به باشگاه ربطی نداره. به خود باشگاه ربطی نداره. یه سری شناسنامه پرسپولیس هم. ما علی پروین، محمود خوردبین،
علی دایی، کریم باقری، افشین بیروانی، بخوام از قدیمی‌ها بگم، فرشاد بیوس، اسبقم، کلیه کسایی که تو این تیم بازی کردن، زحمت کشیدن، چه از زمان قبل از انقلاب، چه بخشی از تاریخ این باشگاه. اینا دیگه شناسنامه پرسپولیس. من میگم شما توی شرایط کشور ما اگه استاندارد بود، باشگاه پرسپولیس خصوصی اداره میشد، ورزشگاه خودش شما دوره آقای عبدو یه شد. یه صندلی باید تو ورزشگاه باشه. ابدی مشتاق محرمی که اگه مشتاق رفت استادیوم رو صندلی خودش بشینه، اگه نرفت اونجا خالی بمونه، هیچ کی نداره. بله، همه جای دنیا مرسوم. یعنی این حداقل دارم خیلی کم فقط نباله واسه باشگاه پرسپولیس یا استقلال باشه، همه باشگاه، حتی بازیکنایی که تیم ملی. شما یه روز آقای گازرانی میاد راش، نمیدونم اون بازیکنی بودی که جام جهانی بازی کرده، خیلی غم انگیزه. شما راش نمیدی تو استادیوم؟ میشه همچین چیزی؟ شما خودتون بعضی موقع میرن استادیوم؟ من اون موقع میرفتم استادیوم دورانی که محروم بودم، به خدا بلیت میخریدم. اون کسی که حالا دربون بودم میگه آقا شما چرا بلیت گرفتی؟ در صورتی که پشت کارت، اون موقع آیدی کارت نبود، مینوشتن آقا این زیر جایگاه. میگه شما چرا خریدی؟ میگه آدم آقا شاید یکی منو نشناسه، حالا باید وایستم جر رو بس کنم، چون اینا رو دیده بودم. بعدم که پیشکسوت شد این و اینا، الان میریم ورزشگاه احساس نمی کنیم بعد موقع احساس می... نه بچه هایی که حالا از طریق باشگاه، کریم، افشین، یا خیلی غم انگیزه. من میگم ما میگیم یه بلیت به ما بده که ما رو راه بدن دیگه. چرا باید مشتاقانه به سرپرست باشگاهی که همه زندگیشو گذاشت براش زنگ بزنه بگه من بلیت بده؟ خب دیگه تو شما باید جات محفوظ باشه. مشتاقانه من نظر خودم میگم، باید همین الان دستمزد بگیره از باشگاه پرسپولیس، همین الان صفحه اینستاگرامش باید توسط بگیریم از باشگاه، از پیشکسوت ها میگیریم. الهی چقدر میگیرین؟ حالا دیگه رقمش دیگه نمیدونم. خیلی هر من ندید به شما میگم 10 برابر 100 برابر اون باید بگیرین. صفحه اینستاگرامتون رو باشگاه باید پشتیبانی کنه، باید به این نسل جدید یاد داد که آقا اگر کسی وفاداری کرد لزوما به این معنی نیست که زندگی شب به این بره، باید ارزش بذاریم رو اینا. شما من زندگی نامه حالا خیلی فوتبالیست داره دیدم، نگاه کردم، حالا ورزشکارا در کل، ولی شما توتی رومو جزو بهترین های دنیا بوده دیگه. بله. اما بیاد این همه بهش پول میدن، این همه فلان، از اول تا آخر میمونه تو روم تا پایان بازیگریش. بعد یه استادیوم، حالا اونایی که تو استادیوم هن هیچی، بیرون استادیوم هن هیچی، به سری پای تلویزیون هم عشقم میریزن. خب اینا ولی باشگاه روم هم قدر این وفاداری بله. دونسته دیگه. بله، اون مالدینی هست بخوای بگید، نمیدونم زیاد هستن، ولی خب چی بگیم دیگه، ایران ایرانه دیگه. فرمودین دوره آقای عبدو میشده، یعنی ماجرا با این شده و دقیقا شما تنها تیمی که فکر میکنم تیم دوم، یعنی پرسپولیس تیم حرفه‌ای بود زمان آقای عبدو، یا تیم دوم داشت یه دونه پرسپولیس، تیم اصلیش که بازی‌های خارجی و چلسی و منچستر می‌آمدن و نمی‌دونم، یا تیم دوم هم داشت، هیچ تیمی نداشت. تیم دومش مسابقات داخلی شرکت کرد. بله، تیم‌های داخلی. شما این همه تیمایی که اومدن رفتن شما نگاه کنید، اکثریان چلسی، آرسنال، منچستر، نمی‌دونم اومده بودن با پرسپولیس بازی می‌کردن. بله. از لحاظ مالی تامین بودن، یا کلوب ساخته بود از لحاظ تفریح، اونجا زندگی میکردن، همه چیشون دیگه. من فکر میکنم زمین راهن داشت استادیوم هم میسخت. بله، زمین راهن خریده بود. خب اون موقع تماشاچی زیاد که نمیومد، یعنی الان، ولی خب شاید یه استادیوم علا اختصاصی هم داشت. بله، نشد دیگه. عرض به خدمتتون که راجع به محرومیت‌ها صحبت کردین، یکی از رنج کشیده ترین بازیکن‌های تاریخ ایران، اگه نگم رنج کشیده ترین، ضربه خورد، در خیلی ضربه خوردین از محرومیت و محرومیت سه سال. پند گرفتن، ضربه نخوردن. پند گرفتین آره. آره. سال 73 نه ولی یه دونه شد ناحق بوده دیگه.
من همیشه آقای مصطفی هم خیلی با افتخار میاد میگه من شبونه بذار ما بریم دادگاه سال 73 رو داریم یه سیه ده 73 که بازی دو دو میشه و به خاطر درگیری شما بذارید ما برسیم بریم دادگاه آقا یه سوال جواب کمیته انضباطی همه آقای فتی شبونه آقای فتی که شد مدیر عامل استقلال مدیر عامل استقلال خودش از همه بی انضباط‌تر ما رو شبونه 3 سال اون یکی 2 سال یکی 1 سال دکتر تیم 6 ماه امیر آبدینی این هستن چی کارن؟ رضا شاروجی که اصلا اخراج شد رفت بیرون به رضا چه رفتی داشت؟ تعویض شد 6 ماه آره. اونو محروم کردن اونو محروم کردن مال اون همه 6 ماه بود بعد آقای مصطفی میاد تو تلویزیون خیلی هم قاشق و بالاخره حالا از لازم امنیتی بعد میرفتیم یه سری سوال جواب پس میدادیم دیگه بازداشت شدین؟ بازداشت که نه چی پرسیدن ازتون؟ اصلا ما بعدش میدونی رفتیم دادن اون دادگاه رو شب نگه داشتن تا صبح با عزت احترام نه قادر نکرده بگیم بی احترام یه چیزی شده بود مردا بردن اون دادگاه بعد رئیس دادگاه گفت اینا رو از چی آوردی؟ خب خیلی جو بد بود یعنی تو خیابون دیگه پلیس امنیت و شورش و تماشاچی ها وسط زمین و بودن آقا اینا دعواش شده تو زمین همچین چیزی شده بابا چی آوردید اینجا؟ اینا باید بری دادسرا عمومی برسادمون دادسرا عمومی بودن شکید گفتیم نه با هم دیگه رو بوس کنید برید خداحافظ خداحافظ باید آقا این 3 سال خیلی سنگین و سخت بود اصلا من اصلا کتاب قانون و فیفا و نمیدونم یارو جرامه نمیدونم سنگین تره آدم بکشه آدم به دوزد نمیدونم 3 سال بهش نمیدن بعد استادیوم را هم نمیدادن گفته بودن محروم کلیه هم زمین خاکی میخواستم برم بازیم نمیدادن میگفتم آقا زمین خاکی ها کجا برم ولی ما تمرینات هم انجام میدادم پشتکارم رو داشتم هر دفعه که بعد محرومیت رو اومدم بازی کردم فکر میکنم درخشیدین یه گل زدم من حرفم اینه که شما وقتی 3 سال یه نفر محروم میکنین یه بازیکن جوانو هولش دارین میدین که برس به بیراهه دیگه شما الان من نمیخوام باز کنم شما مجاهد قذیروی چیکار کرد همین واقعا یه سلام بعد چرا بغیر از اینکه نابودش کردید فوتبالشو بازیکن با اون خوبی و اون استعداد یکی از میتونست بهترین درخشان ترین بازی کنه خوزستان نمیگیم ایران نه واقعا خوب بود مجاهد خب چیکار شد؟ چی شد؟ بقیر از اینکه زندگیش نبود شد حتی میخوام بگم شاید پیام صادقیان پیام صادقیان الان اون شیطانت های خودش رو داشتش ولی مجاهدات همه حالا گناه ها افتاد گردن اون نیم متاسفانه دیگه خیلی حیف شد مجاهد خضرآبی و شما یه محرومیت خیلی عجیب و غریب دیگه هم داشتین کمتر جایش صحبت میشه که تو خیابون انگار باز داشت بله حالا بالاخره کسی با تو بوده؟ دوست دختر همه دیگه حالا دوست و بعد دوست باشی بعد بری ازدواج کنی دیگه حالا خنده دارتر از اینش سر اخونون و عروسی من باز ریختن گرفتنم عروسی خودتون؟ عروسی خودم بعد عاقد داشت خطبه میخون مامورا ریختن گفتن پارتیه گفتیم پارتی چی عاقد داره بابا بذار خطبه رو بخونه بعد ما رو ببر شبونه ما رو برداشتن بردم به خدا عروسی خودتون بازداشت آره بعد میگفتن پارتیه یعنی عاقد بس عاقد اونجا چیکار میکنه اومده بوده نمیدونم خیلی فضای سنگینی بود اون سال اون موردی هم که تو خیابون گرفتنتون به خاطرش محروم شدین از فوتبال بله اصلا افتان آقا هیچی برو دیگه دیگه حالا بازی های صلح دوستی شد و آقای هاشمی دستور داد که این بازی ها رو آقای هاشمی رفسنجانی بله بعد از جنگ ایران و عراق بله بعد دیگه علی آقا هم برگشت گفتم بدون اینا کجا برم من بازیکن ندارم که دیگه ما رو چیز شدن بازی حیثیت ایران و عراق ما رو بخشیدن مثلا سند مرفاوی
داداشش پناهنده بوده تو آلمان. سما ما رفتیم آلمان، داداشش اومده به این سر زده محرومیت. آخه این تو کجاش؟ الان بخواه منم دخترم ببینم، باید محروم بشم یا ممنوع خروج بشم؟ اون موقع که خیلی فضا بدتر هم بود، ظلم شد به شما ها و به خیلی مردم عادی دیگه هم ظلم خیلی شد. خیلی اونایی که بالاخره هستن میدونن از ما 500 تومن خدا بیامرزه. حاجی فنونی، همین پدر آقا مرتضی، آقا مهدی فنونی زاده که اون واسه همون چک میذاش که ما بتونیم از کشور خارج بشیم. تنها کسی که بدون چیز می آمد، سعید جانفدا بود. اولین نفری هم که پناهنده شد ایشون بود تو هلند. خب ببین شما چه شرایطی واسه ما درست میکردن. بعد الان بالاخره داداشش تو فدراسیون فوتبال بود. نه اینا خودی محسوب میشن آقا مشتاق. دو تا برادر میگه ما مال از یه جا دیگه اومدیم. نه همه ما غیر خودیم. دو تا از داداشای رئیس سازمان صدا و سیما الان پناهندن. بعد از ایشون ایشون خودش رئیس سازمانه. یعنی شما الان آقازاده های کیه؟ منه؟ از کجا میان؟ میرن درس میخونه؟ از این فیلم ها و عکس ها میان؟ از کجا میان؟ با پول مردمه دیگه. کیف میکنه؟ با پول مردمه. خب درس داره میخونه؟ یا داره واسه خودش؟ یا بیزینس میکنه، فردا حالا میان زنگ میزنن آقا بشه به جواب بده. نه انشالله که چیزی نیست. نه چیز بدی نمیگیم که دیگه 80 میلیون ایرانی میدونه. به عنوان یه ایرانی حق دارین راجع به کشورتون صحبت کنین دیگه. همه ما حق داریم. آقای غفوری بعد حرفی زده چی گفته؟ آقا معیشت و مردم بوریا کریم میگه چی گفته؟ راجع به کریم دیدم که خیلی حمایتش کردین. همه حمایت کرده. منم وظیفه همه کریم شاید از سابقه منم بیشتر از یه سری هاست. من 3-4 سال باش بازی کردم. 28 سال و 29 سال بازی نمی کنم. شما بالای 30 سال سابقه تو داره تو پرسپولیس. از خیلی راحت آقای درویش میگه بلانه. اون یکی میاد الان میگه آقا ببخشید. چرا مگه چیکار کرده که ببخشنش؟ چیکار نمیدونم. آوریا چی گفته؟ مثلا یه پست میذاری تعریف میکنی ازش یه سری دیگه به حمله میکنه. بابا اینا اومده گفته آقا معیشت و مردم ضعیف، کمک کنید. گوشت کیلو الان چند شده؟ 500 تومن هم گذشته فکر کنم. الان یا الان؟ الان این هم دوباره فرق میکنه. آره یه ما پیش 500 تومن بود. عرض به خدمت که خودشا لفظت کنه. من به شماره پیرنت برسم. شماره پیرن عجیب و غریبی دارید. 8 تا همیشه عجیب غریب. 8 تو پرسپولیس اصلا عدد خیلی خیلی عجیبه. بزرگترین ستاره‌های تاریخ باشگاه اش پوشیدن و اغلبشون هم داستانه عجیب غریب. آقای کردنی فقط توشون یه دونه حاشیه بود. آره فقط سر سالم آقای کردنی. عرض خدمتتون که خیلی هم خوب معتقدن که مشتاق خودش بهترین هشت پرسپولیس بوده. نه از خود آقای محرمی ما بپرسیم بهترین هشت تاریخ پرسپولیس کی بوده؟ همه هشتا خوبه. بهترین نمیخوای انتخاب کنی؟ من ناصر و محمدخانی، علی کریمی. همه خوب بودن دیگه. حالا یه سری فوت کردن. آقای انصاری خدا رحمتش. خیلی دوستان. آقای هاشمی نسب. علی انصاری هم مرحوم شد. طفلک آقای اسدی الان جدیدن کی میپوشید رفت؟ رضا اسدی فکر کنم رضا اسدی 8 میپوشه داره. آره فکر کنم رضا. آره اون چیزه اون یه ذره باید حسابش نکنیم. نوراللهی رو شما میگین. آره من رو همین هم زحمت کشم. من شماره 8 رو دوست دارم. اون زمان مثلا الان ده مود شده. من از اون زمان شمارهش چون پول برایتنر بایر بود و تیم ملی آلمان بود اون هشت می بوشت. من دوست دارم حالا آلمانی و بایری هم دیگه. حالا خوش وقت هم زیاد هم الان بعضی تیم ملی آلمان خوب نیستن. زیاد خوب نیست ولی خوب درست میشه. حالا آلمان ها آخرش حتما. ناصر محمد خانی هم خیلی حیف شد. بله من فکر میکنم از اون دسته بازیکنه بود که اگه الان بازی میکرد خیلی دیوونه میشدن. یعنی
تکنیک عجیب غریب و شما ببینید مسی رو همه مسی رونالدو زحمت کشیدن اصلا مثلا دوران خودش آقا تو اون زمینی که مسی بازی میکنه اصلا تو زمین آزادی ما بازی میکردیم یه دونه پا تگ میزدیم شب بعد میرفتیم این پامونو یه وری میخوابیدیم یکی فقط فوت میکرد تا خوابمون ببره رو اون زمین ها ناصر اون فوتبال رو باید شما الان دیگه قانون زمین باید خیس بشه شما دیدی اول بازی خیس میکنن وسط بازی خیس میکنن بعد چمن رو نگاه کنید توپا رو نگاه کنید بعد کفشا لباس ها اصلا خیلی تاثیر داره ما یه بازی میکردیم ملی ایران رو پاک میشد عرق میکردیم علی انصاریان خدا رحمتش کنه اونم جزء سرنوشته عجیب و غریب شماره 8 پرسپولیس بود یه فیلم هم انگار قرار بود باش بازی کنین کردین نشد نه دیگه نشد قسمت نبود یعنی قرار بود اگر حالا زیاده قرار ما فیلم بازی کنیم من قرار بود نمیدونم شیرهای جوان رو بازی کنم با کی؟ حالت هنرپیشه‌هاش زیاد مشخص نبود ولی آقای محسنی نسب بود پیشنهاد داد اون موقع من ریشم بخورده سیویل نداشتم فقط اینجا رو با بالا معروف میگفتن طالبانی حالا انگ طالبان هم میچسبونم بهم بعد همینجوری ما رفتیم خدا بیامرزه آقای طباطبایی کارگردان پسرش هم که فوت که خودش هم بعد همینجوری ها گفت این به درد این فیلم میخوره دیگه رفتیم اونجا دیالوگ و نمیدونم فیلم نامه رو خوندیم گفت بشین حالا اینجا یا آواز بخون از خدا رحمت کنه داود مقانی آدم دیگه این تو فیلم گفت نه دیگه باید بخونی تو الان مثلا تو فیلم نامه میه پشت پنجره اینجا مثلا غمگینی یعنی داود مقامیه رو بخونی گفتم نه آقایم به درد من نمیخواد کار من نیست کار نکردیم آره کار من نیست ولی زندگی خودتون قابلیت تبدیل شدن به فیلم خوب و داره ها داستان زندگی پیشنهاد زیاد داشتم ولی خب محلمون یه خورده خراب کردن نمیدونم کسایی بودن که الان فوت کردن نیستن یا از اون محله رفتن سخته ساختنش کدوم محله؟ محله دیگه عباسی استخ را پیما ولی فکر میکنم فیلم خوبی از آب در بیاد کسی چیز بکنن میگم پیشنهاد بوده ولی خب بعدم باید میگم خودت منم بلد نیستم زیاد صحبت کنم الان سخنرانی دارم میکنم یه خود چیزه باعث افتخارم عرض به خدمتتون که بیایم بذاره نزدیک شیم به زمان حال من فکر میکنم شما قهرمان بازی آسیایی پکن شدین اگه اشتباه نکنم پاداشتون 900 دلار بود 900 دلار یعنی وقتی راجع به یعنی 900 دلار که یه سری پول که خود دولت چی میده پول دیجیبی کلا شد 900 دلار یعنی اونم 900 دلار هم همش مال ایران نبود یعنی فدراسیون نداد 300 دلارش اینطورا رو فکر کنم خود فدراسیون فوتبال بازیه که شما توش کره رو بردین کره رو بردین قهرمان شدیم من دقیقا قبل بازیمون آقای هاشمی بکنم همش دیدیم امروز میریم سر آقای هاشمی خدا رحمتش کنه ولی زنگ زد یعنی یه جا نشسته بودیم زنگ زد و علی آقا صحبت کردن و قبل از کدوم بازی؟ فینال؟ فینال بعد از لازم مدالی پاکستان بالای ما بود یعنی تنها رشته ای که مونده بود فوتبال بود که اگه ما طلا میگرفتیم میرفتیم بالای طلامون بیشتر میشد دیگه میرفتیم بالای پاکستان قول خونه دادن اکباتان ماشین میدیم قهرمان شدیم اومدیم اینجا انگار نه انگار انقدر هم دویدیم بعد قرار شد مثلا ماشین ها اون موقع رنو 800 تومن بود رنو ها رو گرفتن حالا نمیدونم مسئولین کیا بودن 500 تومنش رو دادن به ما فروختن دونه 800 تومن 300 تومنش هم خودشون برداشتن همین بود دو جیبی هایی که الان آقایون میرن به عنوان
چیز میگیرن دیگه، پاداش. گفتم نزدیکشم به زمان حال برای این بود که شما قهرمان آسیا شده نفر 900 دلار گرفتین، الان دوستان 6 تا از انگلیس خوردن حواله ماشین گرفتن. خیلی خیلی نادادانه نیست؟ اذیت نمیشین؟ نه چیه، اذیت چی به شما؟ چی کار میتونیم بکنیم؟ بریم در مجلس تحصان بکنیم؟ حالا حقشونه ها، ما نمیگیم نه در کل چیز، ولی حقشونه خب بدن. ای کاش به نسل شما زمانی اومدن ها والیبال پیشرفت کرد، الان دیگه داره پس رفته. اومدن گفتن آقا به فوتبالیست ها انقدر میدید، نمیدونم انقدر میدید، اینو میدید، اونو میدید، این همه چیز میدید. من تو یه جایی برگشتم گفتم آقا کل لیگ فوتبالتون والیبال تماشاچیاش، کل لیگ تماشاچیاش یه بازی پرسپولیس استقلال نمیشه. پرسپولیس استقلال 120,000 تا تماشاچی میگه، والیبال چند تا تماشاچی داره؟ حرف اینه که به نسل شما شاید یه ذره کم لطفی شد، نادیده گرفتن. حالا کشتی هست، نمیدونم، حالا جوانان ما قهرمان جهان شده والیبال، چی بهشون میدن؟ یه ذره این تیم فوتبال بازیکناش انعطاف بدنی خوبی داشتن، خوب خم و راست شدن من نظرم یه سری جاها. حالا دیگه اون دیگه الله و علم. عرض به خدمتتون که من وارد سیاست نشیم. چند تا نه منم وارد سیاست نشدم به خدا. چند تا سوال میکنم، انتخاب کنین اگه دوست داشتین انتخاب کنین، اگه نه که خدمت. علیرضا بهرامند یا احمد رضا بهزاده؟ بهزاده. تو همون فینالی که الان راجعش صحبت کردیم، بهزاده دو تا پنالتی گرفت. بله. بازی با کارشان. خیلی در روزان عجیب غریبی بود. واقعا عجیب غریبه. الان من یه ورزش هایی میکنه، پشت کار عجیبی داره. به اعتماد به نفس عجیبه. به اعتماد به نفس. یعنی شما ما خب مدافع بازی میکردیم، میدونستیم اگه یه سوتی هم بدیم احمد هست. تماشاگر هم حتی من یادم که رویه میگرفتن وقتی تو زمین بود، اصلا یه جور دیگه ای بلا خود بازی کن رویه میگرفت، نفرت کیه بغلت بازی میکنه؟ سیزده تا دربی هم بازی کرد، نباخت، خیلی آمار عجیبی داشت. به جا بزاده دیگه هیچی نمیخوایم بگین دیگه. دیگه نه دیگه، واسه شهر روز سلامتی و تندرستی دیگه. انشالله موفق باشم. پسر شب یه موفقه. مهدی طارمی علی دایی؟ مهدی طارمی یا علی دایی؟ علی دایی. هنوز با وجود موفقیت های باشگاهی طارمی معتقدین علی دایی؟ شما علی دایی ولی اصلا شخصیت کاریزماش فرق میکنه. دو سال پیش رونالدو داشت میاد، علی دایی هم بازی کرده و زدن. علی دایی هم خیلی با عرق و علاقه بازی میکنه. شما ببینید علی دایی هم دیر اومد تازه تیم ملی، خیلی با عرق و علاقه بازی میکرد. یعنی واقعا برای تیم ما تو همه هیروشیما زدن تال مالش ترکی، ولی بازی کرد، ابروش ترکی، آیا انصاریان هم، ولی دیگه با تال پاره و نمیدونم وایسی بازی کنی دیگه خیلی الان هم دارن حقشو میدن دیگه. یه گوشه آره نشسته. دیگه جورایی دارن حقشو میدن دیگه. خیلی تلخه. من چجوری حقشو میدن؟ فکر کنم که بده که بزرگای فوتبال ما علی دایی و اینا خونه نشینن. منو بردارید از اون لب مرز برگردونید بیارید. که چی؟ پاسپورت منو بگیرید که چی؟ وقتی آدم‌ها اینا رو می‌بینن، این بچه‌های جوان وقتی اینا رو می‌بینن با خودشون فکر نمی‌کنن ما چرا باید برای کشورمون فداکاری کنیم؟ واسه کشورتون فداکاری کنیم، چرا بکنیم؟ مگه ما نکردیم؟ ما که بدون پول انجام دادیم. ما والا خودم داوطلب رفتیم جبهه. حالا این نمی‌گیم دالبری نیست، آدم واسه ملتش، تیم ایران، کشورش، چرا؟ به جنگی. ولی کشورم باید قدر تو رو بدونه که تو. من نه، کل جمعیت ایران رو باید بدونه. اون کسی که فداکاری میکنه باید ارج ببینه، باید قدر ببینه. بگی به ما چقدر یه قهرمانی پکنه، یه میلیون خورده یایی بدن، یه روزی ندن. الان یه میلیون 322,151 قرون. و بابا اینا بکن یا یه میلیون بکن یا 500. روندش کن دیگه. پول که الان میگیرین؟ آره.
نمیخواستیم بگین همین 1500 بود؟ نه میگم آخر زدن اینجوری میریزن آقا روندش کن دیگه. یعنی شما الان 1500 تومن میگیرید؟ شما من قهرمان پارالمپیک 400 تومن میگیره. 400 هزار تومن؟ 400 هزار اومد تو تلویزیون دیگه مال خودشونه دیگه. با 400 هزار تومن چی کار میشه کرد؟ خب اصلا یه دونه لاستیکشو نمیتونی بخری ویلچرشو. خب این بعد میاد قهرمان پارالمپیک دیگه. چی بگم؟ انقدر زیاده مشکلات؟ زیاده دیگه. بالاخره به داده مردم هم بعد رسید. به سال خودم برگردم، سردار آزمون خداداد عزیزی؟ خداداد بهتر بود از سردار؟ نظر منه. یه ذره تعصب نداریم به اون نسلی که نزدیک به شما بودن؟ بالاخره نسل ما به خودمون تعصب داره دیگه. خب نه ببین شما یه سری رفتارا و منشا هم می‌بینید تاثیرگذاره دیگه. راجب سردار الان صحبت کنم. الان مثلا من بد اخلاق شما می‌شناسن. خشنم. خشن که باید باش. فوتباله. پست تا مدافع است. خشنم باید باش. نمیشه که. من میگم بد اخلاقه. من از اون روز دقیقه که اومدم هاش دارم میخندم. کارتون درسته. از سردار در این راجب سردار صحبت میکنین، یعنی فکر میکنین که راجب شخصیتش و اینا؟ بالاخره شخصیت هم هست. نیپسندین؟ ولی کسی که میاد دیگه اردو تیم ملی رو ترک میکنه نمیدونم. حالا من یه جا هم گفتم باید بیاد معذرت خواهی کنه از آقای قلعه‌نویی یا از خود ملت ایران. و یه مقایسه دیگه من میبینم ایشون میتونه مثلا اردو باشگاه لورکوزن رو ترک کنه بره واسه خودش از سواری یا بره والیبال. آقای قانونی هم خیلی کارش نداشت البته دیگه راحت حالا مونده شاید یه دفعه بعد دعوتی نباشه تو فکر نمیکنم دعوت دیگه. و کریم باقری یا سعید عزت اللهی؟ خودم خجالت کشیدم اینو پرسید. نه اصلا خب دیگه چرا میپرسی؟ خودم شاید نظر من اشتباه. نه کریم خیلی فوتبالیست عجیبی بود. بله یعنی شما به عنوان هافبک دفاعی انقدر گل بزنی از مدافع نمیدونم تو 27 سالگی فوتبال ملی رو گذاشته کنار هنوز فکرم 50 تا اینا گل زده و هنوز الان بازیکنه به الله و خدا خیلی از زمه اینو بهتره. یه ذره بحث تیم ملی شد راجع به جام جهانی و اون که عمل کرد تیم ملی کارلوس کیروش چطور بودم اگه دوست داشته باشین صحبت کنم. آقای کیروش جام جهانی قبلی نتایج دیگه مشخص بود دیگه. فکر میکنم همون آقای اسکوچیش بود بهتر نتیجه میگرفت. اینی که حالا اون تو اون شهره تیم بر جام جهانی آقای اسکوچیش حالا کیروش حالا ما یه تشتک ندیدیم واسه تیم ملی بگیره تو این سالا. مقام چهار روی داشته فکر کنم آره؟ به اونم نداشته. نه رده بندی یه بار جام ملت‌ها رفتیم رده بندی نداشته اصلا. رفتیم نیمه نهایی سه تا ژاپن خوردیم. نهایی برگزار رده بندی برگزار نشد بدیم سوم یا چهارم. جام جهانی هم که نتایجش این بوده دیگه. این تیم که همیشه میره جام جهانی. اون 78 یه تیم میرفته از آسیا و اقیانوسیه حالا که چهار تا تازه دیگه فکر کنم الان بیشتر هم شده اینجور که معلومه. آره جام جهانی بعدی بیشتر هم میشه. 36 تا میشه 42 تا میشه چند تا. راضی نبودیم پس از نتایج عمل کردیم. نه نتایجش که مشخص بود 6 تا و نمیدونم ای گفتن اینو میزنیم اونو میزنیم. بابا ولزم شانسی بردیم. یعنی اگه دروازه‌بان اخراج نمیشد فکر نکنم ورزم می‌بردیم. آموش شما یه نکته مهم و جالبی راجع به شما وجود داره اینه که با وجود اینکه نماد تعصب به پرسپولیس این پرسپولیس خیلی دوستتون دارن اینا ولی من نمی‌بینم که ما هم دوستشون داریم. نمی‌بینم که مثلا استقلالی هم به شما توهین کنن حتی تو این فضای عجیبی که دارم. چرا دلیلش چیه؟ من جز معدود آدم هایی هستی که اینو از اونا بپرسی من نمیدونم من کاری نکردم. بکنم احترام نگه داشتیم. احترام نگه میدارم. یعنی شما احترام نگه داشتیم و احترام هم داریم میبینیم. من احترام نگه میدارم. بله ندیدم حرف خیلی آخه اصلا به من ربطی نداره تیم استقلال که بخوام اظهار نظر کنم راجبشون نمیدونم این بازی کنشون کار خوبشون رو تعریف میکنیم.
کار بعدشونه دیگه به من ربطی نداری که من بخوام. خیلی پیشکسوتا ولی این شکلی نیستن، تو کار باشگاه مقابل دخالت میکنن، برای دیده شدن حرفایی میزنن که چیز مثلا به عنوان پرسپولیس از شما پرسم، خیلیشون میگن که آقا پرسپولیس موفقیت هایی که داشته تیم حکومتی بوده، از بالا کمکش کردن، شارژش کردن. روزایی که قهرمان نمیشدیم چی؟ حکومتی بودیم، 40 متری میزنن ما دیگه، اون که در دست داور پنالتی رو که نمیگیره، نمیدونم 40 متری زده گل شده، سجادی گفته یا قبلی کی بودش؟ سلطانی فر گفته، نه همه دارم میگن دیگه. من فکر نمی کنم چون تیم مردمی پرسپولیس که این همه هوادار داره، چجوری میشه حکومتی؟ حالا شاید مدیراش حکومتی باشن، ولی بازیکناش نه، حکومتی نیست. خیلی ممنونم از شما، محبت کردین، تشریف آوردین، افتخار داشتم در خدمتتون بودم، ان شاءالله همیشه سلامت باشین. قربون شما برم، خیلی ممنون از شما که ما رو دعوت کردید. قربون شما برم، مرسی، مدتی در خدمتتون بودم. خدمت از شما، تشکر.